درود به همه تان، پگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی در این برنامه شما را همراهی میکنم و دوست دارم شما نیز در برنامه ما را دنبال کنین و بیننده ما باشین. در رابطه با موضوع برنامه اگر پرسش و یا دیدگاه دارین با جناب امید میسه، معاون سخنگوی ریاست اجرایی در میان بگذارین. امروز موضوع برنامه ما در رابطه با نگرانی های مردم از وضعیت کنونی کشور است. انتخابات، گفتگوهای صلح و اینکه آینده شان روشن نمیبینن، این نگرانی بزرگ است که بین مردم افغانستان ایجاد شده و ما هم امروز جناب میسم داریم و از موقف ریاست اجرایی حرفایشان خواهیم داشت. شما هم فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش های داره در رابطه به همین موضوع با جناب میسم در میان بگذارین. راه های تماس برنامه در اختیار شما است، میتونین تماس بگیرین. آغاز برنامه است، از تمامتان صمیمانه خواهش میکنم زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیونتان پایین کنین و یا فاصله بگیرین از تلویزیون و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب میسم خیلی خوش آمدین، ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. نگرانی های شکل گرفته که ما به طرف بنبست انتخاباتی میرویم، میخوایم موقف ریاست اجرایی را بدون. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما و بینندگان محترمتان، صبح همه بخیر. موضوع داغ فعلی طبعا بحث انتخابات است. 4-5 روز از روز برگزاری انتخابات میگذره و میخوایم قلبا سپاسگزاری کنم از شهامت و هوشیاری مردم افغانستان. برغم مشکلاتی که طبعا در کشور ما متاسفانه وجود داشت و وجود داره، مردم آمدن شکوهمندانه به پای صندوق های رای اشتراک کردن در سراسر افغانستان، تلاش کردن که زعیم آیندهشان را با رایشان انتخاب کنند. ای به این معناست که از انتخابات به عنوان ارزش پسین دولت و مردم افغانستان پاسداری کردند. ای به این معناست که مردم دیگر نمیخواین کسانی که از رهگذر اکراه و اجبار و خشونت میخواین به سرنوشت افغانستان مسلط شوند. جواب نه بر از اوناست، جواب رد است. ای به این معناست که مردم طرفدار نظام دموکراسی و مردم سالاری است، طرفدار حقوق شهروندی است، طرفدار ارزش هایی است که به اثر قربانی های فراوان در سالهای اخیر به دست آمده. جا داره که نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی افغانستان که انتخابات شش میزان به لحاظ امنیتی بسیار بسیار وضعیت خوب ما داشتیم، حداقل نسبت به انتخابات های گذشته حملات دشمن های مردم افغانستان جلوش گرفته شد و عملات کم را اونا تانستن که سازماندهی بکنم، که نیروهای امنیتی سپاسگزاری میکنم. از همکاران به این دلیل ما که در شرایط حساس تلاش میکنه که پروسه های کلان ملی را یاری کنه، همکاری کنه تا اونا به سرمنزل مقصود برسه، که جای ستایش و قدردانی از همکاران بین المللی ماست. بگومگاهای در ارتباط به انتخابات وجود داره. من فکر میکنم هنوز اگر ما برداشت مایی باشه که ما به طرف بحران و بنبست حرکت کردیم، هنوز چنین نیست. کمیسیون مستقل انتخابات، شکایت انتخاباتی، اینا مسئولیت داره در قبال دولت و مردم افغانستان. من فکر میکنم ما یک مرحله حساسی از انتخابات رو پشت سر گذاشتاندیم که برگزاری موفقانه انتخابات در نفسش برغم توطئه هایی را که دشمن های مردم افغانستان داشتن این موفقانه برگزار شد. مردم اشتراک کردن در انتخابات. آیه که بحثی میزان انتخابات، طبعا شاید ما نسبت به انتخابات های گذشته میزان مشارکت یک مقدار کمتر بوده باشه، اما بالاخره کسایی که برش ممکن بود بر انتخابات اشتراک کردن، مسئولیتشان را مردم انجام دادن. حالا مسئولیت هر دو کمیسیون مستقل انتخابات است که اینا صادقانه و مسئولانه در قبال آرای مردم برخورد کنند. و شما میدانید مردم افغانستان مستحضر هستند که ما در یک شرایط بسیار بسیار حساس قرار داریم. کمیشنران محترم و متولیان امور در کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی با جدیت متوجه هستند که یک شرایط حساس است و اونا یک مسئولیت کلان ملی دینی را حمل میکنند. اگر اونا برنامه‌شان که ما امیدوار هستیم، باور داریم که انشاءالله چنین است،
متناسب با قوانین نافذه افغانستان، قانون انتخابات و اصول و معیارهای متعارف انجام شود، من فکر میکنم بحران و بنبستی وجود نداره. قانون صراحت داره، اصول متعارف وجود داره، در اینجا کدام مشکل وجود نداره. اگر خدای نخواسته باز قرار شود که اونا یک طرفه کسی به یک نحوی فشاری که از بیرون به یک نحوی بالای کمیسیون اگر قرار باشه وارد شود و او بیایه معیار برای تصمیم گیری اعضای محترم کمیسیون باشه که ما به او باور نداریم، باز طبیعی است که به این معناست که ما با سرنوشت افغانستان بازی میکنیم. او زمان بحث تامین منافع کدام فرد و تیم و کنار زدن کدام فرد و تیم نیست، بحث آینده افغانستان است. اگر تصمیم ما مبتنی بر قانون بود، به این معناست که ما مسئولیتمان را انجام دادیم، کمیسیون مستقل انتخابات، شکایت انتخاباتی، و ما در واقع آینده بهتر بر افغانستان تضمین کردیم. اگر خدای نخواسته غیر از اون مسئله باشه، باز طبیعی است که ما بر افغانستان، برای ملت، برای کشوری با غرور در واقع خیانت کردیم. ممنون شما جناب میثم، با اجازه شما ولی تماس پاسخ میگیم. برنده ما روی خط هستن، سلام بفرمایید. سلام به شما، تماستان وصل است. بله صدای شما را داریم، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلامت باشین. بله صدای تان قطع وصل. من ذکرالله احساس ولایت بغلان شهر زیبای پلخمری شما را زحمت دادم. خیلی ممنون که در برنامه اشتراک کردین. ما صدای شما را خیلی خوب داریم، بفرمایید، دیدگاه شما را میشنویم. ما از برادر بزرگوار ما یک سوال داشتم که سوال ما راجع به این بود که اگر امروز انتخابات رای ریاست جمهوری به طریق میفتاد و اصل هر پیش از پیش اونا پیشو می آوردن، از دیدگاه شما چی نظر بود که مردم به خوبی و به درستی و بسیار آرامی رو به صندوقهای رای می رفتن، رای می دادن که کلگی به آرامی می رفتن؟ از دیدگاه خودتون چی نظر دارید در این باره که امروز افغانستان هر کس اگر اختاره ناق می تن و در بحران می کشنن؟ نظر شما در این باره چی است جناب محترم؟ ممنون شما، روزتان خوش. جناب میثم، شما حرفای بیننده ما را شنیدین، پاسخ شما. بحث تاخیر انتخابات بود فکر کنم. من فکر میکنم به حد کافی انتخابات تاخیر داشت. اگر ما تاخیر دیگر قرار بود انجام میدادیم، انتخابات میرفت به سال آینده و ای از جانب اکثریت مردم افغانستان، سیاسیون کشور و بسیار کسایی که در کشور زندگی میکنه قابل قبول نبود. ما مسئولیت داریم مطابق قانون اساسی به موقع انتخابات را برگزار کنیم، از اون موقع هم در واقع گذشته. اما آنچه که برای ما مهم است در شرایط فعلی، چگونگی تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات است که ما بالای کمیشنرهای محترم کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی باور داریم که اونا یک تصمیم متناسب با آرای مردم، آرایی که بایومتریک شده، البته معیاری که امروز وجود داره و او در واقع کمک میکنه ما را برای رفع و دفع نگرانی است که ما سیستم بایومتریک داشتیم، از کمپانی در ملوک سیستم خریداری شد و بالاخره تصمیم بری بود قبل از انتخابات، فعلا هم تصمیم در روز انتخابات، فعلا تصمیم بری است که آرایی که بر اساس بایومتریک است در واقع اون معیار قضاوت میتونه قرار بگیره. غیر از آرایی که غیر از اوست، به این معناست که او آرای مردم افغانستان نیست و اراده مردم افغانستان نیست و افغانستان رو به بحران میبره. خوشبختانه در این مورد ما یک دیدگاه واحد بین تمام کاندیدای محترم داریم. روز گذشته آقای حکمتیار، آقای پدرام و کسای دیگه صحبت کردن، رئیس اجراییه، حتی تیم دولت ساز، اینا هم کدام ملاحظه برزی نداره که تمام آرا به یک نحوی معیار قضاوت قرار بگیره. یک از بزرگای یک اظهارات داشتن، بعدا معذرت خواهی کردن، به این معنا که اونا در مقابل اراده جمعی تمام مردم افغانستان در واقع بعدا متوجه شدن که قرار داره، معذرت خواهی کردن. و در این حوزه معیارها برای تصمیم بسیار واضح هست. همکاران به ایمللی مازی ماید میکنه، رسانه های ماید میکنه، مردم افغانستان ماید میکنه. انشاءالله کدامی پام در این حوزه وجود نداره. ممنون شما جناب میثم. بیننده دیگر ما روی خط هستن، سلام بفرمایید.
حسنات سلام به خودت بفرما. خوب هستین؟ شما سلامت باشین، بفرمایید. بیننده عزیز، ما منتظر حرفای خودت هستیم. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، اگر تماس شما در برنامه وصل نمیشه، راه دیگر نشانی فیسبوک ما است. میتونین به فیسبوک سر بزنین، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. بیننده دیگر ما وصل شدن، سلام به شما. تماس بیننده ما قطع شد، از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب میثم، آقای عبدالله تا حال بارها گفتند که به خاطر قدرت مانع پروسه صلح نمیشوند. تا حالا سر حرفشان هستند یا خیر؟ 100% آقای عبدالله انشاءالله که پیروز هم شوند. این ما میمانیم به کمیسیون مستقل انتخابات که نتیجه را نهاد قانونی و مربوطه اعلان کنند. او زمانم رئیس اجرای سرگپ خود استاد است. من به هیچ شک و تردید ندارم، حتی در دوران حکومت وحدت ملی رئیس اجرای بارها این نکته را اشاره کردند به نشست شورای وزیران که دو نشست من حضور داشتم، که اگر قرار شود که من به خاطر چوکی خود مانع صلح شوم، این به هیچ صورت برای من به عنوان یک شهروند افغانستان قابل قبول نیست. من همیشه ترجیح میتونم که رئیس اجرای افغانستان نباشم، اما به عنوان یک شهروند عادی در فضای صلح و امنیت در کنار شهروندهای خود افغانستان زندگی کنم. اگر اوضاع رقمی باشه و مانعی باشه که کنار رفتن ما باشه، من حاضر هستم هر لحظه به خاطر منافع افغانستان، به خاطر سلامت، امنیت، صلح که آرزوی اصلی دولت، آرزوی اصلی مردم افغانستان است، من کنار برم. من به یقین دارم که اگر فردا رئیس اجرایی به عنوان رئیس جمهورم معرفی شود و قرار بری باشه که رفتن رئیس اجرایی از چوکی ریاست جمهوری به معنای تحکیم صلح و ثبات پایدار و واقعی در افغانستان باشه، من هیچ تردید ندارم که تصمیم همون زمان رئیس اجرایی میگه. ممنون شما جناب میثم. بیننده دیگر ما از کندوز روی خط هستن، سلام بفرمایید. بله سلام علیکم خواهر عزیزک، سپخری برای شما دارم، از سپخری هم برای میمانی عزیزتان دارم. خدا از این اک برنامه خوش خوب را آغاز کرده بودیم و تشکری خاص سپاس هم از سخن سخون سر میکنیم که وقت آمدن اینجا برای ما مردم پاسخ میگن. خیلی تشکری میکنیم و یک سلام خاص هم برای کارمندای سلامت باشیم که وقت برنامه خیلی خوبی میگیره و ایستدین جلالی شما زلط خونیز با شما انتبه. شما می‌بینید انتخابات هم برای مردم افغانستان تبریک می‌گوید و وقت بخیر گذشت و بسیار برد یا آرامی هم که مثل آرام هم نبود و خیلی مشکلات های مردم افغانستان کشید و رای دادن و مردم آنان رفت به این کمیسیون انتخابات. شما یک کسی موضوع را براتان یاد آوردم، وقتی که رئیس سنای ما اونا قانونساز هستن و اونا قانون می‌سازن و اونا باید کسایی که مشکلات و دیگر میکنه اونا باید دست شانده بگیرن. متاسفانه که خودش اون روز اعلام کرد که کسایی که راههایی که دیدونی بایمیتری کرد او اگر میگفته من سر پدرش حساب میکنم. شما ببینید که در افغانستان با یک قانونساز ما که این گفت میزنه دیگرهای ما چکار چکار بکنیم، دیگرهای ما چی بکنیم، دیگرهای ما همه تو در بگیریم. وقتی اشرف غنی خودش هم لاف میزد که من دوست زورمندار را قطع میکنم و زورمندار را نمیمانم که در انتخابات ما و در دیگه ما مداخله بکنم. حالا لطف بکنم اگر واقعیت میخواد که کار بکنم لطف بکنم دست از این آقا را قطع بکنه که برابر زور میگه، زورگویی میکنه. خواهیش میکنم ای رئیس صنایع ما که عبارت مردم افغانستان معذرت خواهی بکنه با یرفش که ما مردم کندوز یک شو یک روز داخل جنگ بوده. ما باور کنده که نه ورق داشته، نه هادی داشته، نه نان پیدا میشد و نه سبکه های یا کار نگاه بودیم که در سمت شمال به چی حالت پشانده بود. ما به مو بدبختی، به مو بیچارگی، به مو ترس حساسی که داشتیم رفتیم رای خود را دادیم. حالا وقتی که رای خود را دادیم از این سخنگوش میخواییم که شما از رای ما محافظت بکنیم، رای ما را نمانیم که دوست جرمندار جرمندان مداخله بکنن و خواهش من از کاندیدای محترمی است که قبر بکنیم ببینیم که انتخابات و رئیس انتخابات از همین سرکارا آی محترم ما
ببینید چیز چی کلبه ها میتن ما منتظار هاروش همه کسون شما منتظاری که فکر کسید بکلی که آقای گلوگین آقای اکترام آقای فنامه سمنا اینا پیش از پیش کپاهای مشکلات برای مردم افغانستان جور میکنن و تشویشات برای مردم افغانستان جور میکنن خواهش میکنم شما تا در چند روز منتظر ببینیم ببینیم که هزمی داخل چی میبره چی بیرون خواهد آمد چیدی که میگذرد یک باشه یک مثال داری که در کاسه میبره شما صبر بکنیم ناظرات اونجا هست خودتا نظارت بکنیم بعد برای مردم تاسق بگویم خواهش مردم مردم از سیلت بکنم شما تا مروزه که کمیسیون انتخابات اعلام میکنه کسیم بایومتریک مشکلات خود داشته مشکلات خود بود اما برای سکمیز با سخنگوشم شما در برنامه تا استفاد کردم که در افغانستان سیستم بایومتریک بسیار کم کار میکنه شما بینه به ایراد در اکسل ولایت های دیگه در خونده مشکلات هست خواهش میکنه از برادر محترم موجود حالی هم که بسن این حکومت هست که شما هست شما فقط کار بکنید که ما مردم خونده بسیار و بدبختی را داده باور ده که نفر در سپاهخانه زخمی ها جای نمیشد مدا جای نمیشد یک شای یک رو ما زیر جمع بودیم به همین فرس و اصد به همین یالت ما بین خود حدا کردیم حالا به شما گذاشتیم و به رئیس کمیسیون انتخابات گذاشتیم رئیس کمیسیون انتخابات هم خدا کنه که صدای ما را بشنوید فردا نشده که سرنوشت با رئیس کمیسیون های دیگه شده فقط ما شما نظارت بکنیم سلطان هم نظارت بکنیم و در مردم اعلام بکنیم که بینیم چی به دست میاد تشکر خوارد و تشکر از میمان عزیزتان تشکر از شما و ایسودین که در برنامه اشتراک کردین بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین وقفه ادامه برنامه مجله صبح است. سپاس میکنم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی است و بحث ما در رابطه با این است که اولویت مردم افغانستان چی؟ صلح و یا انتخابات که برگزار شد و این دو موضوع مهم مردم افغانستان را بیشتر نگران کرده و نگران آیندهشان هستند. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. بیننده ما روی خط هستن. سلام بفرمایید. سلام به شما. تماستان وصل است. علیکم سلام. سلام من قردیم شما. بیا بباریم. نشنم تا بسیم نگرم. صدای شما را سلام به شما تقدیم نکنم. سلامت باشید. بیا گفتنی من بباریم. نمیتر انتخابات نمی هستید. مردم سر میخواهند این نفره که جنگ است همین دیش خود نیست در معاشره جنگ جیز موندن او هست که کنند واسه هستی که من خیلی حرفایتان تمام شد خواهرم؟ صدای تلویزیونتان لطفاً پایین کنین؟ متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. جناب میثم پاسخ شما را در رابطه به حرفای ویسودین که از قندوز به تماس شدن می داشته باشیم. از برادر عزیز آقای ویسودین جلالی تشکر میکنم، از مردم مقاوم و قهرمان قندوز که بر رغم دشوارها چیزی که اشاره شد اونا هم مثل سایر شهروندان افغانستان به پای صندوق رای رفتن، از حق شهروندیشان استفاده کردن، احساس مسئولیت کردن نسبت به آینده افغانستان. از اون مردمم واقعا تشکر و قدردانی میکنم. در مورد آقای مسلمیار اشاره داشتن، موقف ریاستش رای بسیار واضح بود. خوشبختانه که اونا هم متوجه اشتباهشان شدن، ندامت کشیدن، پشیمان شدن که یک اقدام خوب بود و ما اعلامیه صادر کردیم. اعلامیه با صفا هست، هدایت بسیار واضح از جانب رئیس جرای وجود داشت به نهادهای عدلی و قضایی که چنین اظهارات غیر مسئولانه باید پیگیری شود. طبعا چنین اظهارات میتونه که نگرانی خلق کنه، چنین اظهارات میتونه که مسیر اصلی انتخابات یک طرف دیگه سوق بده. از او جهت
هر کسی که به غیر مسئولانه اظهارات داشته باشه، مردم افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی و در کل حکومت افغانستان مسئولیت داره که جلوشان بگیره، که در او حوزه اقدام بعدی را که آقای مسلم یار کردن طبعا یک اقدام خوب بود. اما نکته دیگر که اشاره کردن از آرای مردم پاسداری شد، چنانچه ما اشاره کردم فعلا کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی مسئولیت داره که از امانت ملت پاسداری کنه. اونا مسئولیت داره که از آرای مردم که برغم دشوارها مردم حاضر شدن، ریسک را پذیرفتن، تهدید را پذیرفتن، رفتن به پای صندوقهای رای دادن، واقعا باید از او پاسداری شد. این در قدم اول مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات است و در قدم دوم تمام کاندیدای محترم متعهد هستند، اراده دارند که از آرای مردم افغانستان، از آرای واقعی مردم افغانستان پاسداری صورت بگیره. در این حوزه هیچ گونه نگرانی وجود نداره. تمام تیم‌ها، تکت‌ها، رهبران تیم‌ها اینا متعهد هستند، اظهارات داشتن، صحبت‌هایی داشتن بعد از انتخابات که انشاءالله از آرای مردم پاسداری صورت میگیره و کمیسیون مستقل انتخابات هم تعهد بسیار واضح و روشن به مردم افغانستان دارن که آرای بر اساس بایومتریک معیار قضاوتشان خواهند بود. ممنون شما جناب میثم. بیننده ما روی خط هستن. سلام بفرمایید. قرار بود خدمت شما و مهمان گرامی کنم. من خواستم صحبت داشته باشم در ارتباط با صلح و مشکلات انتخابات. بفرمایید. تشکر. یک سوال داشتم از آقای میثم که امیدوارم بسیار با واضح جواب مرا بگن. آقای میثم مثلا شما ببینید قضیه صلح است، جنگ افغانستان خوب که هیچ کسی از این کار کردن نمیتونه که یه به اختیار نه جنگ به اختیار افغان ها هست و نه صلح به اختیار افغان ها هست. بگیم مسلما مثلا قدرت های منطقه جهانی در از آمریکا هست که به حساب دست داره، هم نمیتونه مثلا صلح بیاره و هم نمیتونه جنگ تشدید بکنه که نمونه شما میبینیم این چه بازی جریان داره که ببینیم شما مثلا وقتی که آمریکا طالبا را بایش یا گروه تروریستی میشناسه، خب پس چه ضرور است که این خرج مصارف مسافرت های سخنگوی طالبا را یا برای رهبرای از قطر و پاکستان اونجا دیدن میکنه، اینا همش آمریکا پرداخت میکنه. این مثلا این وطن چه جریان داره و نظر شما به این ثبات چی است؟ وطن چرا یک سیاسیون قاطع و جدی و مثلا با درایت که در مقابل امریکا یک موقف واضح و روشن بگیره و امریکا را به قول معمول دور بزنه و ابتکار عمل را به دست خود بگیره، چرا ما نداریم؟ چرا همه که همه کس از امریکا وقتی که مثلا میگه تروریست کشورهای جهانی دست شد، چرا از امریکا یک دفعه وهم است که مثلا اگر این دفعه بگه اینا زیادروی نکردیم که بعضی سیاسیون یا اکثریت سیاسیون که در قدرت هستن یا به حساب مطرح هستن اونا امریکا را شاید مثلا با خدا برابر بشناسن، وقتی نام امریکا میشد یک رقم لرزه میگیره و به حد ترس دارن، در حالی که خدا را فراموش کردن و ما یک امریکا را خلق نکرده، ما مثلا خالق یکتا داریم. مثلا من چند نمونه واضح نگم از یه برور جندال رازق، جندال وطن دوست، جندالی که به مردم و به وطنش واقعا عشق داشت. خب این کس این کار کرده نمیتونه که دست امریکا به قضیه دخیل بود و دخیل هست، اما کسی موقف واضح نگرفت. مثلا عبدالجبار قهرمان یکی از وطن دوست افراد ملک بود، خب یکی هم آقای علکوزای عضو اسبق مجلس نمایندگان که اونا هم خب هرچند مفکوره طالبانی داشتن اما در نهایت هم رو راست بودن با مردمشون، همون چیزی که به حساب واقعیت ها نکاس میدانند. وقتی که مثلا ما میبینیم همین قضیه انتخابات امریکا و روسیه، وقتی که آقای ترامپ به قدرت رسید، خب بعض اطلاعات شاید هم دقیق هم باشه که توسط همکاران روسی ترامپ مثلا به قدرت رسید، در حالی که ترامپ هم یک مفکوره ضد روسی داره، اما یکمی دست روس کنه امریکا را به دچار مشکل ساخته در سرتاسر جهان. و آیا شما را تایید میکنید که همین مرایی که در پارلمان هستند یا همین کسایی که در دولت کار میکنند، یک نمونه بارزش مجلس سنا که خب گفتش برادرم قبلا گفت ضرورت ما یادآوری بکنیم که اینا هم به نحوی توسط آمریکا یا توسط
حلقات خاص که به منافع امریکا کار میکنه اینا منصوب شده باشه، قسمی همی مثلا مثل دوستی نادان و دشمن دانا همی تر یک گپ باشه. این قضیه انتخابات ترامپ که توسط روسیه مثلا به قدرت رسید، اما ضد روسی داره سیاستش، اما امریکا را خب دچار مشکل ساخته و دقیقا همی مرایی که در افغانستان مثلا دوستان سیاست ضد امریکایی دارن، اما کار از دیفشان ساختن است که دولت را مثلا بتوانند به ساحل نجات برسانند. تشکر، امیدوارستم زنی صحبت ها و سوالایی که ما کردم همطور پاسخ واضح بشنم. وقتان بخیر. ممنون شما. برنامه را دنبال کنین. بعد از یک میان برنامه جناب میثم بس شما پاسخ میدن. بیننده عزیز با ما باشید. ادامه برنامه مجله صبح است. ممنون که با ما هستین. بیننده ما محمدی از هرات روی خط هستن. سلام بفرمایین محمدی صاحب، تماس شما وصل است، ما منتظر دیدگاه شما هستیم. سلام خدمت شما و مهمان عزیز شما، خدمت تمام بیننده های تلویزیون یک. سلامت باشین. بله سلام علیکم همشهرت. سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیز شما، خوب هستیم؟ شما سلامت باشین برادر، ما منتظر حرفای شما هستیم، بفرمایید. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب میثم، پاسخ شما به بیننده ما که قبلا به تماس شده بودن. تشکر میکنم از دوست عزیز قبلا به تماس شده بود. اونا تبصرهای داشتن، حتی قضاوتهای داشتن که مربوط خودشان است، اما شرایط ایجاب میکنه، قانون اجازه را به کل شهروندان افغانستان داده که اظهار نظر کنه، تبصره داشته باشه، دیدگاهشان را مطرح کنه و این رسانه ها یک فرصتی برمی است که بالاخره تبادل دیدگاه صورت بگیره. اما ما احترام داریم به نظریاتشان، اما تا چه وقت جنگ کنیم؟ یک سوال اونایی بود که امریکا زمینه را فراهم میکنه برای حیات طالبا، برای سخنگوی طالبا با اونا نشست میکنه، تا چه وقت جنگ کنیم؟ آیا ملت ها و جوامع و کشورهای مختلف دیگر روزگار شاهد جنگ نبودن؟ چه کار کردن؟ اونا قرن ها جنگ کردن، سال های متمادی و مادام العمر جنگ کردن، بالاخره یک رای حل مسالمت آمیز را پیدا کردن، وارد گفتگو و دیالوگ و مذاکره شدن و بالاخره اما خشونت و جنگ و جاری در کشورشان متوقف کردن. شما اگر چشماندازی به اروپا بندازین، طبعا کشورهای مختلف درگیر بودن، سالهای متمادی شاید جنگ کردن، دههای متمادی جنگ کردن و بالاخره آمدن طرفهای متخاصم به این نتیجه رسیدن که بین از راه تفاهم اما مطالباتشان را مطرح کنن و یک راه حل مسالمت آمیز پیدا کنن. من فکر میکنم در این حوزه نباید دیدگاه ما این باشه که ما به طرف رای حل مسالمت آمیز حرکت نکنیم، رای حل سیاسی حرکت نکنیم. در افغانستان ما حداقل 4 دهه مشاهده جنگ هستیم. در فصل نوین بیش از 1.5 دهه است که ما با گروه های حراس افغان و تروریستی در افغانستان جنگ میکنیم. پس از سال 2001 بالاخره طالبان هم خواستای داشتن، مطالبات استراتژیک داشتن، به هیچ کدامشان نرسیدن. امیدوار هستیم کنم به این نتیجه رسیده باشه که راه را کنا انتخاب کرده راه درست نیست. مردم افغانستان، دولت، همکاران به ایمللی ما ارادی بسیار بسیار قاطع داره که از ارزش ها پاسداری شود، از سمامت ارزی پاسداری شود، از نوامیس ملی و منافع اولیای افغانستان و سلامت کشور پاسداری شود. اونا هم باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشه که بین وارد فاز گفتگو شه، به عنوان افغان ما بیایم مطالباتمون را مطرح کنیم، بحث کنیم، تبادل نظر کنیم، بالاخره به نتیجه برسیم و قطع خشونت که خواستی از طفل افغانستان شروع کنیم تا کهنسالترین آدم افغان یا افغانستانی خواستش همیست، بین بیایم تمکین کنیم تا چه وقت جنگ. من فکر میکنم در این حوزه تلاش برای حل
مسالمت آمیزی قضایای افغانستان یک امر نیک است، یک اقدام نیک است. ما بارخواز و استقبال کردیم، فعلا هم استقبال میکنیم، فردا هم استقبال میکنیم. امیدوار هستیم که بالاخره تلاش ها که به یک نحوی طولانی شد، انتظار مردم افغانستانی بود که در ماهای اول ما به نتیجه برسیم، آرام آرام ماهای 10-11 ماست که بالاخره نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا را داریم که با طالبان در کشورهای مختلف گفتگو کردند، 9 دوره حداقل نشست داشتند و ما تا امروز یک چشمانداز بسیار روشن برای رسیدن به صلح و ثبات نداریم. یک روزنی خوب باز نشده برای اینکه ما به صلح و ثبات از راه مذاکره و گفتگو برسیم. اما رای حل همیست که از یک طرف پاسداری صورت بگیره، گروه های تروریستی کماکان به تبل جنگ میکوبن، تلاش میکنه که از راه خشونت، اکراه و اجبار به سرنوشت مردم افغانستان حاکم شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئولیت داره که جواب دندان شکن بر از اونا بده. هدایت بسیار صریح از جانب رهبری حکومت وجود داره. اما از طرف دیگر آغوش ما برای صلح هم باید باز باشه، به عنوان یک دولت مسئول نباید دیدگاه ما این باشه که قطعا باید ما خشونت کنیم، قطعا باید ما جنگ کنیم. یک راه دیگه هم بالاخره باز باشه، گروه های حراس افغانی و افغانایی که به یک نحو اخفال شدن، بازی خوردن، اجند کشورهای مشخص هستن، اونا به هوش بیان، اونا وارد فاز گفتگو شون، یک بستری باید در اون حوزه موجود داشته باشه که من فکر میکنم یک کار نیک است، یک اقدام نیک است. صلح همونطور که خاص تمام مردم افغانستان است، خاص دولت افغانستان و خاص همکاران بین المللی ماست. ممنون شما جناب امید میسر، معاون سخنگوی ریاست اجرایی که در برنامه حضور پیدا کردین و با بیننده ما پاسخ دادین. تشکر از شما. بیننده عزیز، از شما همچنان سپاسگزار هستم که با ما بودید. روزتان خوش.